نقد و بررسی بازی بردیا. سلام خدمت همه شما بازینگاری عزیز، امروز با برشی کوتاه از تاریخ ایران زمین خدمتتون هستیم و میخوایم بازی بردیا رو بررسی بکنیم. یه اکشن ماجراجویی سه‌بعدی با روندی خطی که حدود 3-4 ساعت گیم پلی داره. با ما در ادامه همراه باشین. داستان از اینجا شروع میشه که ارتحباز نامه ای رو از طرف پدر بردیا یعنی برسام به اون میسپاره که نقشه کامل صحنه رویارویی و هجوم دشمن مقدونیه تا بردیا این نامه رو به دست آریوبرزن برسونه. بردیا به شهری میرسه که به دست خائنین دربار افتاده و فرمانده در چنگالشون گرفتار شده. با نجات فرمانده به دست بردیا و روشن کردن آتشدانهای شهر سعی میکنید بقیه را از این اتفاق باخبر کنید، اما ناگهان به دام میافتید و ادامه ماجرا دیگه اسپویلش نمیکنم. بازی داستان خوبی داره، اما حیف که کوتاهه و روایت اون تقریبا منحصر به میان پرده ها شده و درون خود بازی صحنه های سینمایی و جذابی رو شاهد نیستیم. گیم پلی و مکانیک ها. تو بازی شمشیر و سپر در اختیار دارین که بیشتر اوقات برای حمله و دفاع مورد استفاده قرار میگیرن. با پشت سر گذاشتن مراحل آموزشی، نحوه حرکت کردن، دویدن، پریدن، نشانه روی، پرتاب تیر، حمله، دفاع، تعامل با محیط، حل معما، استفاده از نیروی ویژه و بقیه نکات مورد نیاز رو یاد میگیرین تا آماده بازی بشین. تو رابطه کاربری بازی، گوشه بالای صفحه یه نقشه کوچیک و سمت دیگه صفحه خط سلامتی، نیروی ویژه، قدرت زره و بقیه اجزای بازی وجود داره. تمامی این موارد تو مرحله آموزشی به صورت فشرده ولی با شیوهی حوصله سربر به بازیکن آموزش داده میشن. بهتر بود بازی با قابلیت‌های محدود و رابط کاربری آسون‌تری آغاز میشد و تو زمان و مکان مناسب این موارد به مرور فعال و آموزش داده میشدن. هم تأثیرش بهتر بود، هم بازیکن لذت بیشتری میبرد. مثلا لازم نبود همه سلاح‌ها و قابلیت‌ها از همون مرحله اول توسط بازیکن امتحان بشن. چه بسا این کار باعث بشه که به یک بار بازیکن با همه ویژگی بازی روبرو بشه و تو ادامه به جز تغییر فضاها چیز جدید زیادی برای کشف کردن نداشته باشه، به جز موارد معدود مثل استفاده از منجنیق توی اواسط بازی و اینجور چیزا. یکی از نکات عجیب بازی کارت‌ها و گنجینه‌هایی هستن که با گرفتنشون میتونید به اطلاعات و تصاویری توی منوی بازی دسترسی پیدا کنید، از جمله پشت صحنه ساخت بازی، آشنایی با دوره هخامنشی و اینجور چیزا. اما عجیب به این دلیل که وقتی برای بار دوم مراحل بردیا رو مجددا شروع میکنید همه چیز ریسیت میشه و این ویژگی به طور کامل توی بازی پیاده سازی نشده. با گرفتن گویها امتیازی به شما اضافه میشه که گوشه بالای صفحه میتونید ببینید. این امتیاز برای ارتقای تجهیزات و قدرت شخصیت کاربرد داره. برای احیای سلامتی باید از کوزه تجدید قوا بنوشید که در نوع خودش متفاوت و البته کمی تو مخیه، مخصوصا اگه با یه غول سر و کار داشته باشید و مدام مجبور بشین برای مبارزه با اون و جلوگیری از باختتون تیردان و سلامتی رو پر بکنین و زره بردیا رو ترمیم کنین. این کار لذت مبارزه تو کاهش میده و روی اعصاب بازیکن میره. کنترل بازی. دویدن با شیفت و پریدن از موانعی مثل نرده با کلید اسپیس انجام میشه. با کیو یا کلیدای 1 و 2 و 3 میتونید بین سلاح‌ها تعویض کنید. در کل کنترل بازی خوشگه و بعضی محدودیتاش اذیت کننده است، مثل جابجایی روی سکوها و مبارزات که اصلا سوال جالبی ندارن و طراحیشون تاریخ گذشته به نظر میرسه. فضای مراحل خیلی محدوده و اصلا گیمرهای با ذائقه روز رو راضی نمیکنه. البته با توجه به گروه سنی مخاطب بازی یعنی نوجوانای حدود 12 سال و با در نظر داشتن امتیاز ایرانی بودن قصه، میشه با اغماز از این سادگی طراحی چشم پوشی کرد. صداگذاری و موسیقی. جلوه های صوتی بازی بیکیفیت و بعضا گوش خراشن. به عنوان نمونه صدای حرکت کردن بردیا بیشتر شبیه یورتمه اسبه. درون مراحل هم اگه در حال مبارزه باشین یه موسیقی مدام تکرار میشه و تو حالت عادی ریتم موسیقی تغییر میکنه. نکته قابل توجه خسته کننده شدن این موسیقی هست. صدای دوبلور میان پرده ها تنها صدای قابل قبول تو بردیا است که اونم به دلیل نبود تنوع صدا پیشه ها و اساسا نبود دیالوگ تو بازی ناقصه. بعد از مرگ پدرش شاه فیلیپ وارث سلطنت و رویاهای اوست.
در واقع این خلأ توی بازی با زیرنویس جبران شده. بازی بردیا داره گرافیکی معمولی با انیمیشن‌های ابتدایی، خشک و تاریخ گذشته است. نورپردازی و سایه‌زنی کارم چنگی به دل نمیزنه. البته چند سال انتشار این بازی به تعویق افتاد و اگه زودتر منتشر میشد، مثلا سال 94 یا 95، بعضی موارد قابل اغماز بودن. از معدود ویژگی‌های مثبت بردیا تو این بخش استفاده از کتیبه‌های ایرانی، معماری دوران هخامنشی و طراحی لباس شخصیت است. نتیجه گیری. در مجموع بردیا با وجود اینکه بازی پر ایراد و اشکالی نیست، حرف چندانی هم برای گفتن نداره و به اندازه یه دور بازی کردن می‌ارزه. همه چیز در سطح حداقل استانداردهای بازی‌های ویدیوییه و در مقایسه با آثار داخلی هم پیشرفت چندانی نسبت به دوره خودش نداشته. اما اگه نوجوانی دارین که میخواین یه بازی کامپیوتری ایرانی براش تهیه کنین، فعلا یکی از گزینه‌های خوب بازی بردیا است. میتونین متن کامل نقد و بررسی بردیا رو توی بازینگار بخونین و ویدیوی یه ساعته از گیم پلی این بازی رو همونجا تماشا کنین. ممنونم که با ما همراه هستین.